خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید سلطانم، خوش آمدید. مهمانتان آمده است، منتظرتانم. به جناب یحیی سلام مرا برسانید، خلیل پاشا. موضوعی مخفیانه نیست کمون دار آقا، اگر میخواهی بیا. خدا از شما راضی باشه. سلطانم، والد سلطانم. مهمت، ماشاءالله تو را سلامت میبینم. زیر سایه شما سلطانم. پدرم کی باز میگردد سلطانم؟ تو مشغول درس هایت باش مهمت. سلطانم. سلطانم چه شده؟ نگهبان، سریع حکیم را خبر کن. نمیخواهد، گذشت. بروی. شمشیر را بالا بیاور. دستت را به پشت ببر. شروع کن. بیست. سرانجام رویتان خندم شد سلطان. از قصه خوردن دیگر خسته شدم سلاحدار. هرچند در این قصر خوشبختی یک رویاست. صورت انسان آینه درون است سلطان. باید همیشه آنجا امید باشد تا انسان در سخت‌ترین شرایط نیز لبخند بزند. آفرین. سرورم. بیس. شروع کن. از من روی نگردانید، خواهش میکنم. طاقت دوریتان رو ندارم. عذاب میکشم. عفو کنید. من این کار رو به خاطر شما کردم. برای اینکه شما را بیشتر از همه چیز دوست دارم. هوا سرد است. به حرم ببرشم. سلطان. صبور باش آیشی، شکرگزار حالت باش، حداقل هنوز اینجا هستی. سرورم، چه تصادف خوشی. من نیز به دنبال عرض تشکر از خدمت شما بودم. خوش آمدی گلبهار سلطان. حکیم ها شخصا به درمانت رسیدگی خواهم کرد. با قلب بزرگتان لطف کردید و مرا در قصرتان پذیرفتید. زیر سایه شما بعد از سالها به پسرم رسیدم. خداوند شما را حفظ کند، سلطنتتان پایدار باشد. مهمت، بیا اینجا. مرا به یاد داری؟ دوست پدرت ساری آقا. البته که به یاد دارم. شنیدم خوشم سلطان از تو حمایت میکند، به مکتب میروی، در امانت خانهش خوش میگذرانی. خدا از او راضی باشد، تا بازگشت پدرم مرا تنها نمیگذارد. تو را فریب دادن پسرم، پدرت باز نمیگردد. زیرا آن روزی که تو را از خانه بردن پدرت را کشتن. نه،
پدرم نمرده است. برای انجام وظیفه به مصر رفت. مصر چیست پسرم؟ خوشم سلطان پدرت را کشت. به تو نیز دروغ گفتن که راهی مصر شده. اینها چنین ظالمانی هستند. سرورمون به نصایحتان خیلی اهمیت میدهد جناب یحیی. من نیز همچنین. لطفتان مستدام سلطانم. دعاگویتان هستم. همونطور که میدانی تصمیم دارد تا به جنگ برود. البته که باید به دشمنان حدشان را بفهمانیم. لکن شرایط مناسب نیست. پادشاهمون باید اینجا بماند. سلطانم، هر حکمرانی میخواهد مهری از خود بر دورانش بزند. یگانه راه آن هم پیروز شدن است. در آینده قطعاً پیروزی های بسیاری کسب می کند. عجله اش چیست؟ سلطانم، نگرانیتان را درک می کنم. سرورمان بیشتر صفات نیکوی یک پادشاه خوب را داراست. این را نباید فراموش کرد که حضرت پیامبر فرمودند که اگر امانت به دست اهلش سپرده نشود قیامت آن قوم نزدیک خواهد بود. فکر میکردم با شیرمردم حرف میزنید و قانعش میکنید، اما گویا شما نیز همون نظر را دارید. مهمت، بیا شیرمردم. اینجا بنشین. بنشین پسرم، بنشین. ناراحت نباش پسرم، خون پدرت روی زمین نمیماند. انتقامش را میگیریم. تو هم همین را میخواهی نه؟ میخواهی از قاتل پدرت کوشم سلطان انتقام بگیری؟ لکن باید به ما کمک کنی. باید چه کنم؟ تمام شد. سرانجام در قصر هستیم زینا. به هدفمان یک قدم دیگر نزدیک شدیم. خدا را شکر سلطان. زمان میوه دادن نهال‌هایی که پیشتر کاشته ایم رسیده است.
بیایید. سرورم، یک حکیم به زندان فرستادم چون گفتند که زخم پرنسس واریا بد شده است. هر چه لازم است انجام شود. سرورم، میدانم که این مسئله بسیار شما را ناراحت کرده. سخت است که زیر سایه احساسات تصمیم گرفت. من تصمیمم را گرفتم سلاح‌دار. خدایا زود باش حکیم خاتون، زود باش. بوی اینجا بد است، حالم بد شد، زود باش. تمام شد لاله زاکالفا، کمی تب دارد، این رو هم بنوش. رهایش کن، بیا بروی. وای خدای من. حضور باش. این قصر اینطور است دیگر. نباید به پرنسس بودنت ببالی، نه به سلطان بودنت. کسی که به سرورمان وفادار نماند مجازات می شود. چرا مرا به اینجا آورده ای ایشوان؟ میدانی که از تنهایی شام خوردن خوشم نمی آید. بنشین. گفتم بنشین. تو به من تعلق داری کاتریل. نه تنها سر این میز، بلکه در تختم نیز باید باشی. دلیل زنده بودنت این است. پس مرگ را ترجیح میدم. غذایت را بخور. دخترم فاریا از تو انتقامم را میگیرد. این حرفهایم را فراموش نکن ایشوان. فاریا اول خودش را نجات دهد. آن وحشی ها به زودی او را میکشند. من باید به تو شلیک کنم سلطانم. جانم فدای راهتان باشد. ببخشید که دیشب نتوانستم بیایم. حتما دلیل منطقی دارید. امور دولتی بیش از تصورم وقت برد. شما چه صحبتی داشتید سلطانم؟ گفته بودید مهم است. در چنان آتشی افتادم که از مرگ بدتر است. من نمی دانستم این که قلبم یک آتش می شود و می سوزد را نمی دانستم. این گونه گفت. چطور؟ چه کسی گفت؟ فاریا. حتما دوستاشن چون این چیزیست. عقل و روح انسان را اینطور درگیر می کند. با اینکه می دانی خواهی سوخت، ولی باز هم منصرف نمی شوی. تو اصلا چون این احساسی داشته ای؟ وضعیت من مشخص است سلطانم. به عنوان فردی وفادار به سرورمان وظایفم معلوم است.
درگیر چنین احساسی شدن برای ممکن نیست. تو باز هم حرفای بزرگ میزنی سلاحدار. روزی به خودت میایی میبینی گرفتار شده. سلطان من در حمام منتظرند. امشب سرورمان و کوشم سلطان شام با هم هستند. گوشت شکار درست کردم. پادشاهمان دوست دارد. برای ما هم کنار بگذار. این برای کیست؟ وای مراقب باش. آن برای شاهزاده قاسم است. بینم آقا. ملک خاتون گفت که آش دوغ درست کنی. کوشم سلطانمان گوشت نمیخواهد. مگر چه شده؟ امروز سرشان گیج رفته. برایشان سنگین است. ای خدا! من این همه غذا درست کردم. صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن. دست خالی ننو. این را برای شاهزاده قاسم ببر. حوض کرده بودن. زود باش. سلطانم، به قصر خوش آمدید. خوش آمدید سلطانم. در اولین دیدارمان همگی شما کودک بودید. چقدر بزرگ و زیبا شده اید. زیر سایه شما سلطانم. هر چه دارین به لطف شماست. ما را از چنگال مرگ نجات دادید، به حرم آوردید، زندگی دادید که حتی خیال هم نمی کردید.
زمان نشان دادن وفاداریتان است فیلیس خاتون. جنگ اصلی به زودی شروع می شود. انتقام ظلمی که به من و شاهزاده ام بایزید کردن را می گیریم. بدانید که وارد راهی سخت می شود. سخت و خطرناک. جان من فدای شما شود سلطان. داخل شو. شیرینی خواسته بودی شاهزاده. نامت الانور بود. شاهزادم چطور می شود؟ ممنوع است اگر کسی ببیند. به زندان حکیم فرستادی. معلوم است که قلبت اجازه نمی دهد. برای این مرا دعوت کرده اید؟ شاید متوجه نیستی مراد، لکن تصمیماتی که می گیری به تقدیر همه ما مرتبط است، مخصوصا رفتنت به جنگ. چه زمانی دست از بازخواست در برای تصمیماتم برمی داری؟ زمانی که باور کنم تصمیماتت درست است. زود عصبانی نشو. به عنوان والدت هشدار دادن به تو وظیفه‌ام است. اگر حتی صبر این را هم نداری، مرا تبعید کن. می روم و دیگر مرا نمی بینی. تبعید چیست والدم؟ شما تاج سر من هستید. تنها خواستم اعتماد داشتن به من است. این مسئله اعتماد نیست مراد. با تجربه این سالهایم نظرم را به تو میگویم. لازم است که باور کنی. اگر میخواهی به جنگ بروی برو، اما خطری که پشت سرت میگذاری را نیز ببین. چه خطری؟ سلطانم خوش آمدید، صفا آوردید. برای بازگشتم تو نیز کمک بزرگی کردی، ممنونم. به سلامتی. دیگر دفتر آموزی بسته شد. بعد از این برای ماندنتان در قصر هر کاری بتوانم انجام میدم. همیشه از این که تو در کنار شاهزاده ام بایزید هستی آسوده خاطر بودم. انشاءالله بعد از این هم در کنار پسرم باشی. حتی ذره شک نداشته باشید سلطانم، با یاری خداوند راه شاهزاده ایمان هموار است. این نباید تنها یک آرزو بماند سینان باشا، باید اقدامات لازم را شروع کنیم. باید بایزید را نیز همراهت ببری شیر مردم. اینجا ماندنش برای سلطنت تهدید بزرگی. کسی که به او تهدید میگویید برادرم است والدم. در ضمن من به او شکی ندارم و نخواهم داشت.
حتی اگر لازم باشد بایزید سینه اش را برایم سپر میکنم. من درباره بایزید شکی ندارم. نزد من بزرگ شدی. مانند فرزند من است. تو نیز میدانی که هرگز او را از شما جدا ندونستم. لکن والدش گلبهار فرق دارد. مسئله این است. هرگز فریب صورت معصوم او را نخور. او با تبسمش مرگ می آورد. شاهزادم، حال چه می شود؟ یعنی اگر کسی بفهمد چه؟ نمی فهمند الانور، هیچ کس نمی فهمد. دهانت باید قرص باشد. فهمیدی؟ باشد. تو دیگر برو. سرورم، این شبیه بالهایی است که میخواهم بسازم. این هم شبیه من است. من ببینید. خب تصور کنید که اینجا یک سراشیبی است. در آخر سراشیبی هم یک تپه بزرگ است. من به بالای تپه میروم همراه با باد مناسب. از بالای تپه به سمت پایین میدوم 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 و بعد از آن بالا خود را پرت میکنم. باد در بالهای من پر میشود. به سمت بالا میروم. به نظرتان چطور است؟ من که سلطان مراد خان هستم، وقتی که پاهای من روی زمین است، ای غافل تو که هستی که میخواهی پرواز کنی؟ زود سر او را ببرید. فقط بیبال یک چیزی بگویم، این آدمک خیلی شبیه تو است. موهایت؟ موهایش. وای بیبال زود عصبانی نشو. وقتی که تو این گونه وضعیت را توضیح میدهی، سرور ما نیز اینطور جواب میدهند. برف است که پرواز کردی. تو به استغفر الله. یک سوال دارم، چطور میخواهی پایین بیایی؟ آهان، جواب آن را نیز بگویم. به این صورت، با کله. خیر است انشاءالله. حسین آقا، خوش آمدی، بفرما. آقا، بفرما. جمع کنید. سلاح‌دار آقا شما را خواسته. آمدم شما را ببرم. خیر است، کجا می رویم؟ خیر است. باشد، باشد. باشد، باشد. سرورم، والدت چطور است؟ سرانجام دیدار کردید؟ به لطف شما سرورم، حکیم ها رسیدگی می کنند. امشب می روم بایزید، به شکار می روم. می دانی که مدتی به خاطر امور دولتی مجال نبود. اگر اجازه بدهید من نیز می خواهم بیایم. حتما زمان دیگر می رویم. تو در کنار والدت باش. بایزید، نمیدانم کی باز خواهم گشت. تا آن زمان قصر را به تو می سپارم. هرگز نباید مشکلی پیش بیاید.
بروی چشم سرورم. در را باز کنید. حالی جناب، سلطان مراد به ما اعلان جنگ کرده است. به ما حمله خواهد کرد. اکنون چه باید بکنیم؟ مراد با زندگی خودش بازی می کند. ارتش ما حاضر است. پاپ نیز به ما کمک می کند. هابسبورگ هم همینطور. چطور می توانیم به آنها اعتماد کنیم؟ ما را جلو فرستاده و خودشان پنهان شده اند. نگران نباش، مجبورند به ما کمک کنند. این برای نابود کردن عثمانی کافی است؟ ببینم برای چه انقدر میترسی راکورچی. کسی که میآید سلطان سلیمان نیست. مراد سلطانی است که تا به امروز از قصرش بیرون نیامده است. و تو یکی از فرماندهان مجارستان هستی. پیروزی از آن ما خواهد بود. سرورم، تدارکات تمام شده است. آلیست؟ سرورم، جسارتم را ببخشید، اما میخواهم در این راه همراهتان باشم. شرافت جنگیدن در برابر دشمنان را از من دریغ نفرمایید. تو اینجا میمانی کماندار، باید مراقب خانواده هم باشی. برای بنده تان کماندار افتخار بزرگی است. سرورم، تصمیمتان درباره پرنسس فاریا چیست؟ اقدامات لازم را انجام دهیم. سرورم، پیروزیتان مبارک باشد. با یاری خداوند با پیروزی باز میگردید. انشالله. خب، منظور از پیروزی و بازگشتن و اینها چیست؟ چون من فکر میکردم که به شکار میروید. همه اینطور میدانند، اما به جنگ خواهیم رفت هزار فرد. در بوسنی آباز محمد پاشا و ارتشش به ما میپیوند. به سمت اردل میروید، به جنگ ایشوان. من به تو گفتم کاسه ای زیر نیم کاسه است. یا الله، یا الله.
ملک خاتون، باید فوراً والد سلطانمان را بیدار کنی. زود باش. وقتش نیست آقا. موضوع چیست؟ به من بگو. والد سلطانم، سلطانم ببخشید، لکن حاجی آقا آمده، سرورمان قصر را ترک کردند. کجا رفته است؟ گفت به شکار می رود. این چه شکار با عجله ایست؟ سینان پاشا، تو خبر داشتی؟ اکنون شنیدم سلطانم، لکن سرورمان چون این اخلاقهایی دارند. شاهزادم، آیا به شما گفتند که به کدام شکارگاه می روند؟ نه، نگفتم. چرا پرسیدی؟ شاید کاری پیش آمد کند. حتما به پاشاها گفته است. والدم، هوا سرد است. شما نیز دیگر به حرم بروید. میایم شاهزاده. زود میایم. این اصلا خوب نیست سینان پاشا. اگر کمی کشم را شناخته باشم، پیش از آمدن سرورمان مرا راهی می کند. خیالتان آسوده باشد سلطانم. به قولی که به شما دادم عمل می کنم. دیگر از شاهزاده ایتان جدا نمی شود.